حکومت چین علاوه بر بکارگیری انواع و اقسام روش ها برای سرکوب اقلیت اویغور در سینکیانگ با استفاده از روش های آموزشی هم مرتکب نسل‌کشی فرهنگی شده و طی بیش از 10 سال یک نسل را با سلاح آموزش آزار و شکنجه می دهد. همکارم در گزارش خود به بررسی موضوع پرداخته که با هم می بینیم. سال هاست که نسل کشی فعالان اویغور توسط حکومت چین صورت می گیرد و هیچ نشانه ای از توقف آن در آینده نزدیک وجود ندارد. دولت چین بیش از 1 میلیون اویغور را در اردوگاه های بازآموزی بازداشت کرده، اما فراتر از اردوگاه ها این وحشت به کودکان رها شده اویغور هم رسیده است. این کودکان از طریق شبکه گسترده مدارس شبانه روزی دولتی به اجبار در فرهنگ چینی جذب شدند و دولت چین از سلاح آموزش به عنوان ابزار نسل کشی فرهنگی عمل نموده و زبان، مذهب و هویت کودکان اویغور را از بین میبرد. اویغورها که عمدتاً مردم ترک مسلمان هستند، در طول تاریخ با همسانسازی و نسل‌کشی سیستماتیک در سرزمین خود یعنی ترکستان شرقی که حکومت چین آن را منطقه خودمختار اویغور سینکیانگ می‌نامد، مواجه بودند. مبارزه آنها برای خودمختاری فرهنگی و مذهبی با سرکوب بی‌امان توسط حزب کمونیست چین مواجه شده است. در سال 2014 این سیاست توسط دولت چین شتاب شدیدتری به خود گرفت و عوامل دولت چین تحت عنوان مبارزه با افراطگرایی مذهبی سرکوب شدیدتری را در ترکستان شرقی آغاز کردند. این منطقه که سرشار از تنوع فرهنگی است، اکنون در معرض سرکوب و اعمال یک سیستم نظارتی فراگیر قرار گرفته که ظاهراً مقابله با تروریسم و تجزیه طلبی را بر اقدامات خود نام نهاده، اما در واقع تلاشی پنهان برای کنترل و جذب جمعیت اویغور است. منطقه اویغور نه تنها یک میدان نبرد فرهنگی و مذهبی است، بلکه قلمرویی با منافع اقتصادی قابل توجه برای دولت چین است. این منطقه سرشار از منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و مواد معدنی است که آن را به یک منطقه برخوردار همراه با دارایی‌های استراتژیک برای جمهوری خلق چین تبدیل کرده است. پکن سرمایه گذاری زیادی در پروژه های زیرساختی در این منطقه انجام داده است، اما این تحولات به نحوی نامتناسب به نفع جمعیت چینی بوده و اویغورها را بیشتر به حاشیه برده است. آن دسته از اویغورهایی هم که در اردوگاه ها بازداشت نمی شوند، در کارخانه های دولتی تحت بیگاری اجباری قرار می گیرند. این کارخانه ها اغلب به زنجیره‌های تأمین جهانی مرتبط هستند و شرکت‌های بین‌المللی را هم در نقض حقوق بشر در ترکستان شرقی مرتبط می‌نمایند. دولت چین این اقدام را به عنوان بخشی از برنامه کاهش فقر خود توجیه می‌کند، اما در حقیقت این روش نوعی برده‌داری مدرن است که برای کنترل و جذب بیشتر جمعیت اویغور طراحی شده است. طبق این استراتژی، نسل‌کشی فرهنگی به عنوان بخشی از این سیاست هم اعمال شده و دولت چین آموزش را به یک سلاح بر علیه اویغورها تبدیل کرده و روند همسانسازی با بازداشت والدین با اتهام‌های واهی و قرار دادن آنها در اردوگاه‌های بازداشت موجب بی‌سرپرستی و آسیب‌پذیری کودکان می‌شود. طبق این استراتژی، نسل‌کشی فرهنگی به عنوان بخشی از این سیاست هم اعمال شده و دولت چین آموزش را به یک سلاح بر علیه اویغورها تبدیل کرده و روند همسانسازی با بازداشت والدین با اتهام‌های واهی و قرار دادن آنها در اردوگاه‌های بازداشت موجب بی‌سرپرستی و آسیب‌پذیری کودکان می‌شود. در این مرحله کودکانی که والدین آنها بازداشت و در زندان هستند در گروه‌های ویژه طبقه بندی و واجد شرایط مراقبت دولتی قرار می‌گیرند که معمولاً به معنای اسکان در یتیمخانه‌ها یا مدارس شبانه روزی است. در این روش سرکوب وحشیانه اویغورها توسط حکومت خلق چین یک تاکتیک موذیانه نهفته است که عبارت از جدایی سیستماتیک کودکان اویغور از خانواده‌هایشان می‌باشد.
این عمل نفرت انگیز به عنوان سنگ بنای سیاست‌های چین برای محو هویت فرهنگی اویغورها و اعمال سیاست چینی سازی ادیان عمل می‌کند. از سال 2017 که سرکوب اویغورها تشدید شده، دولت چین تحت عنوان مبارزه با افرادگرایی مجموعه ای از اقدامات سختگیرانه را با هدف از بین بردن فرهنگ اویغور اجرا کرده است. این اقدامات شامل بازداشت دست جمعی، کار اجباری و عقیم سازی است. ایالات متحده و چندین کشور دیگر این اقدامات را نسل کشی نامیدند و سازمان ملل متحد هم تأکید نموده که این اقدامات می تواند جنایت علیه بشریت باشد. در این روش دولت چین بزرگسالان اویغور را بازداشت و فرزندان آنها را به مدارس شبانه روزی دولتی می فرستد. این مؤسسات برای جدا کردن کودکان از ریشه های فرهنگی و تلقین آنها برای پیوستن به فرهنگ چینی سازی ادیان طراحی شده است. بر اساس گزارش های دریافتی بیش از 500,000 کودک اویغور در این مدارس جا داده شدند، جایی که به طور انحصاری صحبت کردن با زبان چینی به آنان آموزش داده شده و تحت برنامه درسی تدوین شده توسط دولت چین قرار می گیرند و این چنین فرهنگ بومی آنها تحقیر و به فراموشی سپرده می شود. همراه هستیم با آقای محمد لحمی، پژوهشگر دینی، فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول. سلام و عرض ادب دارم. آقای لحمی، به نظر شما چرا چین توانسته علی‌رغم این همه سرکوب مسلمانان اویغور بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کشورهای اسلامی را با خود همسو کنه و چگونه میتوان صدای مظلومیت مسلمانان اویغور را به افکار عمومی جهان رساند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت اجازه بدید که آقای بشارتی آقای محسن سلام عرض میکنم. چین به دلیل ترکیب عوامل‌های مانند پیشرفت اقتصادی بسیار تران، سرمایه‌گذاری‌های بسیار وسیع در زمینه‌های برون مرزی در بقیه کشورها، تونسته دیپلماسی فعال و سیاست خارجی و هوشمندی رو برای خودش به همراه داشته باشه که به واسطه این با بقیه کشورها همسو شده و بقیه کشورها منافع مشترک خودشون رو در قبال اینکه بخوان صدای ملت مسلمان اویغور باشن ترجیح دهند. افزایش آگاهی عمومی، رسانه‌های بی‌طرف بین‌المللی، گزارش‌های تحقیقی باعث جلب توجه جامعه جهانی میشه و مسلمان‌های اویغور. حمایت‌های حقوق بشر اگر به وجود بیاد، فعالیت‌های عمومی و اعتراضی و فشار بر جامعه بین‌الملل در قبال نقص حقوق بشری که در مورد مسلمان‌های اویغور داره شکل می‌گیره، می‌تونه کمک بسیار شایانی به این پشت در کشور کمونیستی چین داشته باشه. از توضیحاتتون ممنونم. محمد لحمی، پژوهشگر دینی، فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول.